مجیب آرز و سرسفدری که پس از نامزدیشان دیگر تصویر و یا ویدیوی از مراسم عروسی آنها پخش نشده، سوالهای زیاد را پس از تولد دخترکش اسرا جان در اذهان مردم مجسم ساخته است. بعضی ها می گویند این که مجیب و سر تا کنون نامزد بودند و عروسی نکرده بودند، چگونه می شود که صاحب طفل شده باشند؟ حقیقت موضوع این است که مجیب و سر پس از مراسم نامزدی و ایجاد تحول جدید در افغانستان خواستند از افغانستان بیرون شوند. مجیب آرز که از قبل کیس پناهندگی در آمریکا داشت، خواست صرف با برگزاری مراسم نکاح در حضور خانواده خودش و خانواده سرسفدری به گونه شرعی همسر آینده سرسفدری شود و با این کار بتواند سر را نیز امرا با خودش به آمریکا ببرد. عده زیاد علاقمندان این دو مجری که تا امروز منتظر مراسم مجیب و سهر بودند، پس از تولد دختر مجیب آرز شوکه شدند و میگویند این دو شخص چگونه قبل از ازدواج صاحب فرزند شدند. حقیقت موضوع امین است که بنابر مشکلاتی که صدر راه مجیب و سهر شد، آنها نتوانستند که محفل عروسیشان را آنگونه که تصور میشد برگزار کنند. یکی از نزدیکان سرسفدری میگوید که قبل از رفتن مجیب و سر به آمریکا، این دو مجری مراسم عقد نکایشان را در کابل برگزار کردند که در آن تعداد از نزدیکان دو خانواده حضور داشتند. اگرچه گفته می شود که مجیب آرز تصمیم داشت که پس از رسیدن به آمریکا یک محفل عروسی را برگزار کند، اما بنابر ملاحظاتی که بر او وارد شده بود نتوانست این محفل را برگزار کند. در همین حال مردم تای پیام‌های متفاوت برای مجیب آرز چینی نوشتند. در نخستین پیام احمد فهیم توخی، یکی از خبرنگاران مشهور، نوشته گفته مجیب عزیز مبارک باشد. همچنان فریزی نوشته کرده گفته مبارک باشد مجیب جان پدر شدند. دختر رحمت الله پاک است. برای مادر جانش هم مبارک. نام زیبا را انتخاب کردید، از شما خاطرات خوب داریم. همیشه موفق و سلامت باشید. همچنان شکیبا نگاه نوشته کرده گفته کدومش نیک و مبارک. برای مادر و کودک صحتمندی آرزومندم. همچنان در یک پیام دیگه خانم اکیمه نوشته کرده گفته مبارک باشد قدم نورسیده. همچنان پیام های خیلی زیاد آمده و مردم مبارکی دادن به مجیب آرز و سرسفدری. همچنان جمالالدین ابراهیمی، یکی از کاربران دیگه، در کامنت نوشته کرده برای مجیب آرز گفته مجیب جان آرز جوان مستعد میهنم. تولد دخترک ناز و قندول و این توفه و عدیه الهی را برای تان تبریک میگویم. همچنان مریم نوری نوشته کردن گفته مبارک باشد قدم نورسیده. انشالله که زیر سایه پدر و مادرش نیک و صالح بزرگ شود. همچنان خواجه صدیقی نوشته کرده گفته جان تبریک باشد. زیر سایه پدر و مادر در کمال محبت و خوشبختی بزرگ شود انشالله. همچنان آقای لودین نوشته کرده گفته که تبریک باشد، خداوند خوشبخت و آرام و سربلند داشته باشیش. یک گپ است میگن افغان دکار یک نفر یک روز غرض نگرفت، افتاد و مرد. کامنت ها را خواندم، بیشترین اشخاصی که پف میزنه از فامیدگی، اما در واقعیت هیچی نیستن. طرز گفتار نوشتارشان با آدم فامیده نمیمونه. برین به زندگی خود توجه کنین. توبه. واقعیت هم دوستای عزیز امی است که وقت یک خوشی در زندگی کس وارد میشه، ما خوب است که با مو الفاظ و واژه های نیک به این برزو تبریکی بدیم. اینجا هستن بعض دوستایی که آمدن کامنت هایی دادن که واقعا خوانده نمیشه و این باستاب دنده اخلاق و تربیه خانوادگی خودشان است. همچنان ابو مسعود نوشته کرده گفته مبارک باشد و قدمش به خیر و آمدنشان به یک وطن کاملا آرام تمنای همه ماست که نصیب ما شود به خیر انشاءالله. همچنان شکیلا ابراهیم خیل، یکی از خبرنگاران فعال و موفق افغانستان، نوشته کرده گفته قدم نورسیده مبارک مجیب عزیز، خانه تان پر نور بادا. همچنان احمد شهیر نوروزی نوشته کرده گفته مبارک باشد، ماشاءالله زیر سایه پدر و مادر به پویایی برسد و اهل دین و علم باشد. ببینید که چه خوب دوستای ما با پیام‌هایشان، با دعاهایشان میتونه امو پیام‌های نیک خدا بر مجیب آرز برسونه. مبادا مثل کسایی که میان اینجا با الفاظ بد میخواین کامنت بگذارن و چند نفر دیگه هم با خنده
میخواین منعکس بسازن امو پیام هایی را که این دوستا میخواین برای موجب آرز و سرسفدری ارائه بکنن. همچنان عطارد نوشته کرده گفته مبارک باشد، خداوند قدمش را نیک کند و عمر طولانی نصیبش کند. همون پویامک نوشته کرده گفته برای ینگه و خودت تبریک میگویم مجیب جان، قدمش نیکو، عمرش پربار و راهش روشن.